خب میریم در ادامه رای سرویس و ریپوزیتوری هایی رو که واسه تطور کاستمر رو ساخته بودیم و واسه کارا و اوردر هم ایجاد کنیم. اما من که صورت کار رو ببرم بالا، اینا رو از اینجا کپی میکنم. بعد اول یک ریپوزیتوری برای تطور کارامون بسازیم. میام اینجا بگ پروژه رو میبندم که شما رو سردرگم نکنه. میگم تو های سرویس تو ریپوزیتوریمون اد میکنه نیو آیتم و اینترفیس میسازم به اسم چی؟ کارا ریپوزیتوری. اینو حتما یادتون باشه پابلیکش کنید و در فانکشن هایی رو که باید داشته باشه رو هم بهش کار میکنم اضافه میکنم. خب ببینید سیستم تریدینگ رو باید اول بهش اضافه کنم، تسکار رو بشناسه به خاطر و کارها هم که تو ریفرست دادم به چت و به پروژه کلاس نامین خودمون، این رای کلاس نامین رای سرویس در ریفرنس های خودش نگاه کنید. در آن کلاس نامین رو چیه؟ در پروژه به عنوان یک پروژه زیر مجموعه خودش داره و میتونه به این کلاس ها چیه دسترسی داشته باشه. خب میگیم الان چیز رو بپازیم، رای سرویس ما رو بسازیم، اد کلاس میکنه کنترول ببخشت نشد سرد اسم کلاس رو از اینجا بیاره. کلم فقط دارم اگر کپی پیس میکنم بخاطر اینکه میخوام سرعت پروژه چیه بره بالا نوشتنش و بیشتر سعی کنم و توضیحات وقت بذارم. اد کلاس اسمشو میزنم کارا ریپوزیتوری و ادش میکنم، میگم این کارا ریپوزیتوری ما از آی کارا ریپوزیتوری چیه اسپری داره، آلت انتر میکنم، میگم آقا ایمپلیمنت کن واسه ما. اگر شکلی که شما میبینید با شکلی که اینجا از متفاوته گفتم ما اکستنشن ریشاپی رو سیستم خودمون نصب داریم. خب اینو میزنم و شروع میکنم کدها رو به مرور از اون پروژه به این انتقال میدم. خب اولا باید یادتون باشه کانتکست دی بی رو چکار کنیم، اینجکت کنیم. اینجا میگیم تو رای دیتا دقیقه خودمون اپلیکیشن کانتکست رو پیدا میکنیم، این اسم کلاس ماست. میام اینجا یه آبجکت پرایویت نچه بود پرایویت اپی پرایویت اپلیکیشن کانتکست رو من ایمپورت میکنم اینجا به نام اندرلاین دیبی. خب بعد سی تی رو عرف میکنم که برای ما میشتم سی تی رو عرف که بیاد سازنده مارج بس و سازنده دیپندنسی انجکشن رو انجام بده روی اپلیکیشن کانتکست. خب این انجام دادیم، میریم اطلاعات کارا رو بیاریم از اون یکی پروژه میخوام استفاده کنم، اینا رو اینجا انجام بدم. خب ببینید میگه که این توریست رو که انجام میدم، ببینید چون اینجا ریتن اویت داریم پس حتما روی تابع خودمون باید حالت اسینک رو داشته باشیم. دقیقا مثل کاستومر این کاری که دارم میکنم این و مشابه چی هستش؟ کاستومر هستش. اسینک میکنم، اویت میکنم، اینو میگه آقا برو از دیبی کانتکست و کارها رو بیاد تبدیل کن به توریست اما به صورت اسینک، چون اینجا اسینک داره باید اویت داشته باشیم و اگر اینجا اویت داشته باشیم باید این به صورت اسینک باشه کلاس ما، خروجیمون به صورت تسک باید باشه. تسکی که برگشتی داره چون یه جنریکه این و دید برگشتی هم برش مشخص کنیم که آی نامه بگی هستش از کارا. یادتون باشه، اگه یادتون باشه، اگر دوستان اینجا مشکل دارن در بحث این آی نامه ری به اینا میتونن اپل
من برن، در قسمت ویدیوهای لیست پخش، در قسمت آموزش های مقدماتی و تو قسمت در قسمت اینا بحث های جنریک، لیست های جنریک و تو این لیست های جنریک من کاملا توضیح دادم که لیست های جنریک زیر مجموعی از این چی هستن؟ آی نامره به نامبر های ما هستن. فکر کنم اینجا هم یه توضیحات مزعنه. ببینید توی همه این ویدیو هم اگر برید نگاه کنید، ویدیو 23 کاملا دارم توضیح میدم که لیست ها و آی ست های ما جزی از اینترفیس به نام آی نامره به هستن و میتونید از اونجا رو از این قسمت چکار کنید مطالعه کنید. خب بعد میگم بحث بعدی، میخوام یه مشتری رو پیدا کنه برامون، یه کارایی رو پیدا کنه برامون نمایش بده و کارا رو برامون ریترن کنه. خب میگم این قسمت ببینید، خب اولا await داریم، حتما باید تابمون به صورت async و غیر همزمان باشه. این آیدی ما اینجا به صورت نارایبل هستش، پس اول پروژه حتما سعی کنید چک کنید ببینید نارایبل هستش یا نه. باید چک بکنم اگه نارایبل رو ریترن کن نار، اما اگه نارایبل نبود بیاین رو پیدا کن. میگیم await بکن first or default به صورت async باشد و برو ما اینجا co.dot بهتره، من این رو عادت کردم این توی بنویسم بهتره، کار و کار حروف اولش رو بنویسم به صورت round expression و کار آید و چی رو چک کن، این آیدی رو که میاره پیدا کن و برام برای هیچ دوستان مشکل داشتن گفتم تو این قسمت حتما با آموزش های EF که در همه لیست پخش ها هستش در سگه گفتم مراجعه کن، در لیست پخش آموزش من همه این ها چیه توضیح دادم اینا رو. خب کارا رو هم پیدا کردیم، بیریم بحث این سه تو بیاریم. صرفا اگر کتا رو کپی میکنم به خاطر اینکه نمیخوام درگیر تایپ بشم و میخوام بیشتر توضیح بهتون بدم. چرا نرا بود اینا خب آوردش، میگه آقا دیبی کانتی اد اسین کن بخاطر اینکه میخوام مثلا غیر همزمان انجام بشه و صورتش میگه باید ببینید در پردازش غیر همزمان دیگه در صف قرار نمیگیره، هر پردازی که میاد به صورت سریع چی میشه میاد پاسخ داده میشه بهش، در پردازش های همزمان میاد توی صف قرار میگیره اما تو صف قرار انجام نمیگیره و هر درخواست منظور من از غیر همزمان. اینا رو خب یه بار توضیح دادم اما یه بار همینجا توضیح بدم خواهی از وقت نیست، فکر کنید سرور من که میتونه به کار برای سرویس بده. یکی اینه که هر درخواستی که میاد اینطوری پشت سر هم فکر کنید های سرور و این درخواست های من دارم پشت سر هم، یکی از اینطوری پشت سر هم قرار بگیرم و منتظر سرویس باشن که این حالت همزمانی هستش. اما اگر بسا غیر همزمان میخوای سرویس بگیرن سین کنید این اتفاق میفته، هر درخواستی که میاد سریع میره و برایش ترید اختصاص داده میشه و میخواد به صورت غیر همزمان در یک ترید جداگانه سرویس بگیریم، باعث افزایش راندمان پروژهتون خواهد شد. خب چی شد؟ چه کارا رو بس؟ خطا خود دوباره انجام میدیم. یه لحظه رجای استودیوم روتی کرده بود، بازش کردم و بستم دوباره چی شد؟ درست شد. خب ببینید الان میگیم بحث این سه دیتا رو باید انجام بدیم، این قسمت بعد که باز رو بسته کردم کدش پاک شد. خب مجدد هم می نویسم این قسمت رو، اینسرت کارا رو انجام میدم و از این که توضیح دادم که وقتی داره به سراغ غیر همزمان میشه دیگه پشت سرم و تریدهای جداگانه سرویس میگیره تو صف منتظر نمیشه. خب میگم بحث آپدیت رو انجام بدیم،
استیت عوض میکنه به مودیفاید و بحث آپدیت. چرا روی آپدیت این هفته تصمیم هدف رو توضیح دادم، اینا توی بحث سیف چنس وقتی انجام میشه اتفاق میفتن، فقط همین اینا نمیخواد هفته تو تصمیم داشته باشن. بعد میگم بحث اگزاست رو پیدا کنیم. تو بحث اگزاست ببینید چون به صورت ایتم ببینید چون مثلا اوید هستش بس برگشتی تا با هم بر خودش تا اسینگ باشه. بعد میگه که پی جمعن آیدی رو چه کنم، کال آیدی هم پوینتر همون از اون کال آیدی رو جستجو کنه. میگه ما پیدا کن اینی، اگر پیدا کرد اینی اسینگ باشد بس غیر همزمان جستجو بشه اینا. و میگیم در نهایت بحث سیف رو داریم، بحث اوید اسینگ سیف رو داریم. اینم بحث اسینک. خب ببین اویت و اسینک رو چیه داریم به این شکل. میگم دی بی سیف سنت اسینک که میاد تغییرات رو سر اسینک سیف میکنه. خب بگم انجام دادیم. من گفتم دیگه در این پروژه نمیخوام از حالت استوپ پروسیجر به خاطر اینکه پیچیدگی پروژه رو زیاد کنه استفاده کنم. فعلا با استفاده از خود ایف کو پیش میرم. اما اگر یادتون باشه در جلسه قبل نحوه پیاده سازی با استاپ پروسیجر ها هم به صورت مفصل توضیح دادم و گفتم که چجوری باید در رای سرویس اگه بخواید بس با استاپ پروسیجر ها پیاده سازی انجام بدید باید چیکارهایی رو انجام بدید، همش رو توضیح دادم. هر جمع لازم باشه در وسط تفاوت های جزئی اگر باشه در پیاده سازی من همش یه گوشزد میکنم بهتون که دوستانی که میخوان با پرفورمنس و بالاتری پروژه رو بنویسن چیه واسه استو پروسیجر ها رای سرویس خودشون رو چکار کنن پیاده سازی کنن. بریم ادامه و این کارها رو اضافه کردیم. بریم اوردر هم اضافه کنیم. یا اینجا اسم اوردر رو بذارید از اینجا بردارم. میام در ماشاپ خودم در ریپوزیتوری ها و تحت قرار دارم میتونم اینترفیس اوردر رو چکار میکنم، ایجاد میکنم آی اوردر اپریپوزیتوری. حتما یادتون باشه پابلیکش کنید چون که این کار باید دسترس باشه. بزر من کارا رو پابلیک کردم یا نه یادم رفته. بزر کارا رو هم پابلیک کنیم. کستومر هم کستومر رو پابلیک کردم، کارا رو یادم رفته بود پابلیک کنم. حتما یادم باشه هم اینترفیسش و هم خودش باید به صورتی باشه پابلیک باشه. آیا او دارم که پابلیک کردیم. بعد چه توابیر رو لازم داریم میاریم واسه خودمون. همین اصلا دقیقا این هم پیاده سازی میشن، یکیش رو یاد بگیرید بقیهش چیه؟ دقیقا این همه اینه، زیاد پیچیده که خاصی نداره. بر کنید کنترل وی بحث تریدینگ رو میخواد اضافه کنه و نموده. خب دیگه ببینید این اون یکی هستش، یک جاد وردن کور اطلاعات رو دو میاره، یک فانکشنی داریم، یک فانکشنی داریم یه دونه دو پیدا میکنه، یه دونه اینسرت داریم، اپدیت داریم، دیلیت داریم، اگزاستش رو چک میکنیم و سیف. یعنی دقیقا اینه کارا و کاستومر از یکی شاید بگیرید برگن اینه هم هستن. سعی کردم مثلا استاندارد هم کتاب بنویسم، از کتاب هنسر من استفاده کردم که دقیقا خیالم راحت باشه که چیز استانداردی به شما آموزش داده باشه. خب کلاسمون رو پیاده سازی میکنیم. اسم کلاسمون هم بذارید چی هستش؟ رو در پوزیتوری رو برمیدارم و میگم اسم کلاس ما رو در پوزیتوری باشه. عدیش رو کنم به رای سرویس ما میگم از آی رو در پوزیتوری ارس بری داره. میگه باید اوتو امپلیمنتش کنیم. میگم باشه و میگم امپلیمنتش رو انجام میدم.
یادتون باشه یک اپلیکیشن دی بی کانتکستی رو ما تو رایت افتاده چیز داریم و بهش اینسکت کنیم. میام اینجا نمیسم پرایویت و با اپلیکیشن کانتکست رو لود میکنم و اندرلاین دی بی اگه اینه کستومر هستش سی جو آر اف میزنم اشاره برای من با استفاده از تابع سازنده اینو چی اینچکت کنه و میام بقیه مواردم از پروژه قبل میگم جلو که وقتی که رسیت گرفته نشه. خب ببینید این همش رو باید برگردونه و از جای اولی داریم اونو اسینکش میکنم. خب ببینید این قسمت نوشته o.id customer navigation. خب اگر یادتون باشه دوستانی که با ما آموزش ها رو دونی که دوره شرکت کردن من بهشون توضیح داده بودم ما دو نوع رود داشتیم، ریزینگ رودینگ رو یکی رودینگ بود فکر کنم تو قسمت این ویدیو کامل این رو چیه تو ویدیو های ریست پخش تو آموزش برنامه مثل مقدماتی بذارید بریم پایین تر بذارید بهتون من کامل این ها رو کنم در یکی از این جلسات باید باشه جلسه آموزش EFCO و اینا. خب کنم در جلسه EFCO در جلسه و سومش باشه. دوستانی که در این قسمت مشکل دارن میتونن از ویدیوی 45 من که در لیست پخش های SP.NET تحت مقدماتی هستش استفاده کنن و اینجا به صورت کامل بحث های ریزی رودینگ و ایگر رودینگ و اینا رو چکار کردم توضیح دادم. دوستانی که مشکل دارن حتما برن اون سه تا ویدیو رو اینجا چکار کنن نمیدونی نگاه کنن. اینجا مشکلی که ما داریم اینه که ببینید او میگه که اود اپ اینکلود کنه. خب چون خبز رو پاکش کنم اینو دوباره بنویسم داد. خب اینکلود کن یا اگر فانکشن رو درست کنیم به او داد. خب اینجا نویگیشن من کاستومر هستش دوباره داد اینکلود کن برامون او داشت او بعد کارا هم با تطور کارا در ارتباطه و در نهایت ریست رو تو ریست کن برامون اسینک شد. خب درست شد مشکل شد. ببینید توضیح بهتون بدم اگر برید توی کلاس دامین خودمون حتما برید اون سه تا ویدیویی که گفتم رو نگاه کنید. اما توضیح هم بهتون بدم بلکه ما دوتا نویگیشن داشتیم. اگه دقت کنید یه نویگیشن کاستومر رو داشتیم یه نویگیشن کارا رو که ارتباط میداد این جدول اوردر ما رو با جداول کاستومر و جداول کارا ما که اینها رو در بحث من کانتکست و اینا کاملا چیه دیب کانتکست و بحث دیب کانتکست اینا کاملا توضیح دادم براتون در اون ویدیوهای لیست پخش نگاه کنید همشون موجود هستش. اینا در واقع نویگیشن هستن که ما رو به انتقال میدم به جدول کاستومر کارا که من اومدم این کود ها رو برای این دوتا نویگیشن من چیه نویگیشن پروپرتی من انجام دادم که یکیش بس کرد جدول رو در ریپریشن زد با جدول کاستومر و نتیجه رو دوباره ریپریشن زد با جدول کارا و تبدیلش کردم به ریست. خواهم بگیم ادامه موضوع
این کل اطلاعات رو برامون میاره، میرم یکی رو انجام بدیم، یکیش رو پیدا کنیم بیاریم. اول ایف، خب ایف این آیدی اینجا بزرگ نوشتیم، این آیدی رو بزرگ میگم اگه نار بود ریتن کن نار، و میگه که و اوردر اپ رو کن. خب و اوردر اپ رو برگردون، چی اوردر اپ این که بود درسته، ولی اینجا من نویگیشن نیست، مرا من اوداد اینجا کاستومره و اینجا هم اوداد کارا هستش. خب و اینجا هم میگه فیست رو دیفالت کن امداد، چون مرا من اوردر اپ آیدی هستش و این هم آیدی هم. خب دیگه به چی داره خطا میگیره؟ آها این هم ویتی که اینجا داریم، این باید اینجا یه دونه از این کم بسن. خب مشکل هر شب ببینید، خب این داره چی میگه؟ کنتاسی. خب میگه ها ایف اگر آیدی مساوی نار بود که ریتن کنه نار، اما در غیر صورت، خب در غیر صورت بیاد به صورت اسینک، این اولی تو میزم که سب کنه حتما اجرا بشه، بعد نتیجه رو برگردونه او داره به این کود میکنم و ریشه میزنم به چطفر کاستومر و دوباره این کود میکنم و ریشه میزنم به چطفر کارا، به صورت ایگر رودینگ این رو انجام میدم، دستور این کود برای رود ایگر رود هستش و در نهایت اینا که در اومد میگم آقا پیدا کن برای من اولین فیست رو دیفارت کن به صورت غیر همزمان و اینجا دارم از لامدا اکسپریشن استفاده میکنم و جستجو میکنم روی اوردر آی پی ای پی آی دی که آی دی که من دارم میفرستم و در نتیجه اوردر اپ رو برمیگردونم. بعد بریم قسمت بعدی این سرت رو انجام بدیم. یه تفاوتی که در از کد قبلی آورده بودم تو نویگیشن پراپرتی نوشته بود، هر نسخه اسکفولدی که آپدیت میشه خب یه مقدار تغییراتی میکنه. اون زمان که من پروژه رو نوشتم اسکفولد میومد پراپرتی نویگیشن ها اولش رو یه نویگیشن پراپرتی اضافه میکرد که داره با تشخیص بود، اما در نسخه جدید که اسکفولد کردم اینو دیگه اون نویگیشن اضافه نمیکنه، مشکل خاصی پیش نمیاره. اسم این ها ببین اینجا می نوشت نویگیشن کاستومر یا نویگیشن کارا، دیگه اینو نمی نویسه. خب بریم قسمت بعدی، خب این اینسرت ما اینجا یه اسینک میخوایم، خیلی آسون هم یعنی یه بار انجامشون بدید چیز خاصی نداره، دقیقا این هم است. این هم میگیم اینجا مودیفای کن، این هم بحث مودیفای من و اینجا میگیم دیلیت کن استیت و هم بحث دیلیت استیت و اینجا پیدا کردن هم بیاریم بنویسیم، میگیم اگر برو برام یه رکورد اگه باشد پیدا کن اطلاعاتشو برام چیکار کن. خب این هم یه اسینک داره. خب هویت اینی یعنی پیدا کن و اینجا این آیدی نیست، مال من داد آیدی هستش فیده کردیم و در نهایت هم به صورت اصلی چیکار کن برای ما عملیات سیو و اینجا عملیات سیو رو برای ما چیکار کنید انجام بدید. خب نمی اصلی کن اینجا بذاریم که غیر همزمان رو ساپورت کنه. خب راه سرویس من هم تکمیل شد، یه پروژه رو یه بار ریدیت میگیرم ببینم سوشن کلن یک بار ریدیت بگیرید ببینید مشکلی هست یا نه. از راه سرویس هم چیه، پیاده سازی راه سرویس بسه کاستومر رو کار هم چیه تمام شد، بریم الان در ادامه از راه سرویس استفاده کنیم و انشاءالله پروژه چی بشه تمام بشه. خب خطایی نداریم، یه بار هم میگیرم که مطمئن بشم مشکلی نیست.
خوشبختانه مشکلی نداریم و پروژه بالا آمد. خب میام.